با احساس شاد میخونمشون. حتی وقتی آهنگای غمگین میخونم یه روزنه امیدی توش هست. سازایی که انتخاب میکنم، تنظیمی که براش انجام میدم، انقدر پازیتیو و نمیخوام بگم شاد، چون پازیتیو با شاد فرق میکنه. بچه ها موج مثبت داره. آره، موج مثبت و بچه ها خیلی ساده میگن، چون بچه ها دلیل و منطقی برای دوست داشتن ندارن. یه چیزی رو احساس خوبی دارن راجبش، اون رو میگیرن. درست هم هست احساسشون. و سالمتره. بله. چون بزرگترها عقلشون بهتر کار میکنه. همیشه یه مثلا موزیک خوبه میگن کفشاش رنگش دوست ندارم، یه دلیلی پیدا میکنم برای دوست نداشتن. خب اون مادر بزرگه چرا دوستت داره؟ دقیقا به همون دلیلی که احساس میکنه من برای خودش دارم میخونم، من از ته قلبم دارم واسهش میخونم. شعرهایی که میخونم ساده است، معنیشو میتونه بفهمه، راجع به زندگی ماهاست و هیچی ازشون نمیخوام. یعنی من هرچی دارم بهشون میدم با کمال خوشحالی و با خوش رویی، و اونو مردم راحت با من راحتن. هر کی به من میرسه فکر میکنه 100 سال با هم دوستیم. آره، ممکنه مثلا نمیشناسمشون، ولی اونا احساس میکنن 100 سال دوستیم. چرا؟ برای اینکه من یاد نگرفتم قیافه بگیرم. متأسفانه تو ایران وقتی قیافه میگیری بیشتر فکر میکنن پربارتری، ولی من هنوز یاد نگرفتم قیافه بگیرم. بعضی وقتا هم به ضررم تموم میشه. آره، ولی اشکال نداره. نظر شما چی؟ آره 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 رافی، تا یادم نرفته باید بگم که ما از روز اولی که اندیو کوروش شروع کردن، تو یکی از مهمترین عاملای موفقیت ما بودی. با مصاحبات، با اینکه ما رو میوردی تو تلویزیون. موقع برنامهات خیلی خیلی هات بودن، الان هم هاتن، ولی اون موقع یه تلویزیون نیم ساعته داشتیم و رافی بود و برای ما خواننده ها باید میجنگیدن بدن تو اون برنامه ها، و تو همیشه به ما با ما نایس بودی. منم دوست میدونستم که بالاخره کارتون درسته، دوستتون داشتم. ولی خب یه موقعی بود که اندی، داریوش، بیژن مرتضوی، من خودم چون برنامه داشتم، هر وقت کنسرت و آلبومی داشتن حتما تبلیغش رو به رافی میدادن. ولی الان دیگه سالهاست هم اندی یادش رفته که رافی وجود داره، برای برنامه‌اش احتیاج به تبلیغات داره. هم دادا یادش رفته افتادش بشه، هم بیژن مرتضوی. هم من یه طرفداری از دادا بکنم، از بیژن و از خود اندی. الان 450 تا تلویزیون داریم. یه موقعی یادم شما به کنسرت گذار میگفتید نه، من تبلیغم رو در برنامه رافی میخوام. 100% حق با توه، فقط بذار سعی کنم یه خورده. پس 99% یه درصد نه، آره 1% رو به من رد. خب بعد از این یادت نره، خواهش میکنم. آره خب به همین بذار توضیح بدم که یه خورده این الان مثلا گفتی داریوش الان یه آلبوم داره و 500 تا تلویزیون، به چند تا تلویزیون میتونه هر برکدوم 5 دلار پول بدی تمام بودجه خب آلبوم رو به تلویزیون هم. خب از یه جای دیگه ببرو به من، 5 دلار به من بدی. همه جا رو بریدیم. اوکی پس برنامه رو ما بعد از یک دو هفته قطع کنیم. نه، چیزی که مهمه اینه که بدونی که من با پارس تیوی صحبت داشتم برای کنسرت 24 و حتما تبلیغ خواهیم داشت اینجا. انشالله ولی در عرض منم که میدین در همین نه هیچ وقت جیبت نمیره. عجب داستانی. از پول من، از تبلیغ من ممکنه به پارس تیوی چیزی برسه، ولی از پارس تیوی مال بیچاره خودشونه، خودشون کلی گرفتاری و اینا دارن. تازه همونقدر که از بنده پول ایرتایم نمیگیرن کلی مدیونشون هستن. ولی یه چیز بگم برای خاتمه این اون بحث، اگر آلبوم های ما اگر آلبوم های ما رو اونایی که دوست داشتن، نه اونایی که دوست ندارن، اونایی که دوست داشتن خریده بودن، من و تمام این خواننده ها اصلا میتونستیم هزارها دلار، میلیون ها دلار خرج. ولی برمای من و اونایی که دوست میداشتن که هیچی، اونایی که نگاه میکنن اگه ماهی یک دلار میفرستادن نه این حرفا رو بهت میزدم، نه اصلا ازم دعوت میکنم، نه ازم دور دنیا میگشتم. هندی رفت به ارمنستان و تاجیکستان و گرجستان و آخریش ازبکستان بوده. بله. و سمرقند و خوش به حال چشات. واقعا و اینه یه پادشاه هم ازت پذیرایی میکنه. دیدم رژه میرن سان میبینی و همیشه هم 4-5 هزار نفر از ایران میان
من شنیدم در ارمنستان که داشتی 5-6 هزار تا از ایران اومد. بله. خب این کمک هم به توریست و اقتصاد واقعا اون مملکت دیگه. بله. 5-6 هزار نفر بیان تو هتل بمونن. درسته. نفری نمیدونم 200 دلار هم خرج بکنن چند میلیون دلار. بله. برای مملکت خوبه. خب بگو ببینم. خب ارمنستان قضیهش جداست، برای اینکه هم مرز هستن و تو همین ساتلایت‌ها وقتی تبلیغ می‌کنیم از ایران با اتوبوس با هواپیما با ماشین پا میشن میان. دفعه قبل بیشتر از 10 هزار نفر اومده بودن و خب باعث خوشحالی منه، چون یه دلیلی میتونم ایرانیای هموطن رو اونجا ببینم، نزدیک ببینم. و دلیل دومش اینه که به اکانومی ارمنستان کمک میشه. منم میرم ارمنستان میبینم که باعث خوشحالی خودمه. بالاخره ما هم ایرانی هستیم هم ارمنی، پدرامون و امروز ایرانی ارمنی آمریکایی. از ستایش اینه که خب سمرقند و اینا چی با تو چی دارن که جالب همینه. جالب اینه که وقتی میریم تاشکند بیشتر از 90% اصلا فارسی بلد نیستن. آهنگای ما رو شعراشو نمیفهمن ولی آهنگو دوست دارن. مثل مثل من و تو که آهنگای فرانسوی گوش میکنیم و آهنگای مثلا اسپانیش گوش میکنیم نمیفهمیم ولی لذت میبریم. اونم خیلی موسیقی ایرانو دوست دارن. موسیقی درست همینه دیگه. خواننده‌ها ایرانو دوست دارن، فرهنگ ایرانی رو دوست دارن. خیلی خودشونو مخصوصا تاجیکا خودشونو خیلی نزدیک به ما میدونن و وقتی میرم اونجا احساس میکنم رفتم ایران. اینقدر خونگرمن، اینقدر مهمون نوازی میکنن که احساس نمیکنی غریبی. هم در ازبکستان هم در تاجیکستان. و این دفعه هم که رفتم اونجا چیز جالبی اتفاق افتاد، چون میدونن من عاشق فوتبالم، به محض اینکه وارد ازبکستان شدن منو سورپرایز کردن و از طرف ریوالدو که بهترین بازیکن بازیکن تیم ملی برزیل دعوت کردن به شام. رفتیم با ریوالدو. ریوالدو اونجا چیکار تو تیم ملی اونا تو تیمشون بازی میکنه؟ توی تیم ریوالدو کارش رسیده به اونجا. پول خوب میگیره. بله. چندین میلیون دلار در سال میگیره. راحت اونجا مثل شاه زندگی میکنه. شاه که بیچاره شاه اونجا. شاه اونجا. ولی برای منم خب خیلی تجربه جالبی بود، برای اینکه من عاشق فوتبالیستام. همینطور که میدونی تیم ملی ما هر وقت جام جهانی میره من حتما میرم برای حمایتشون، چون دوست دارم اسم ایرانی همیشه پا بر جا باشه و بالا. به هر حال من وقتی این چیزا رو میبینم و میشنوم، نه اینکه اندی هستی یا همکیش و همزبان من، به عنوان یک ایرانی واقعا به عنوان یک ایرانی خوشحال میشم که یک ایرانی در صحنه هنر میتونه با لاینر ریچی یا در کشورهای دیگه، حالا هرچند یه زمانی مربوط به ایرانی نبودن ولی خیلی هاشون ایرانی هم بلد نیستن، تا این همه محبوبیت پیدا کنه. و یعنی فکر میکنم واقعا باعث افتخار هنر ایرانی هستی و برای خود ایرانی هم هر جا میری، چون به عنوان یک ایرانی میری افتخار آمیز هستی. I'm proud of you. It means we have to proud of you. Thank you. حالا بذار یه تگ سیاسی هم به اون بچسبونم. من وقتی این کشورها رو میرم و میبینم چقدر موسیقی ایران اونجا موفقه، بلافاصله به این فکر نمی کنم که چقدر خوبه که منو دوست دارن یا موسیقی منو دوست دارن. به این نتیجه می رسم که ما 30 سال موسیقیمون در غربت و با کمترین حمایت مردم، چون ما از حمایت 70 میلیون ایرانی برخوردار نیستیم. ما هنرمندای ایرانی، ما از حمایت چند صد هزار نفر ایرانی که در تمام دنیا پخشن برخورداریم و با این سرمایه داریم یک کارایی رو اینجا پرورش میدیم که کشورهای دیگه اینو دوست دارن. ببین اگر ما در داخل ایران بودیم و این حمایت 70 میلیون نفر داشتیم، چقدر موسیقی ایران دنیا رو میگرفت. مثلا البته ساتلایت هم باعث شده که در دنیا 100% ولی کیفیت کاری که اینجا درست میشه، کیفیت موسیقی که اینجا درست میشه، با وجودی که با مینیمم حمایت مالی درست میشه، هنوز اون قدرت رو داره که در کشورهای دیگه این موزیک مهمیه و اینو دوست دارن. حتی در کشورهای عربی آهنگایی که با راغب علامه دو صدایی خوندم و الان یک آهنگ سه صدایی با شب خالد از الجزیره و حکیم از مصر سه صدایی خوندیم راجب سر. اینا تو رو میشناختن؟ به عنوان یک خواننده ایرانی؟ بله، برای اینکه خب من الان بیشتر از 10 ساله با اونام در یک به یه نوع دیگه فعالیت میکنم.